هر کی مانع خوشبختی تو می شود از سری راه دور میکنم. نگذاشتن که سالهای دراز با تو برادری کنم، ولی امروز کسی مانع نمی شود. تو خوشبخت می شوی دادرم، وعده می دهم. جوان مردان قول می دهم. اومدی اپا؟ تشکر. سمیتی گرمکک گرفتم. حالا هر دویمون میخورین. حالا زود رفته چای میمونم. خب بالو دیمو چیکار میکند؟ خوب است؟ چی شد؟ اون چیست؟ اکی فرهاد اپا، اکام نیست. چی؟ با کجا رفت است؟ دادرم، عیزم، شیری من، تو جان و جگری منی. با تو صاحبی کرده نتوانستم. اینچنین با مادرم، با اون کودکی خوردکت، با بیاز. اون روزی که شما را ترک کردم، من اصلا مردم. تا این لحظه چه خیل زیستم، چه خیل بپا ایستادم نمیدانم. هزاران شکر به خدا که تو را یافتم. تو با من بودی، من بوی تو را حس میکردم. اما دوام اینقدر سال با تو برادری کرده نتوانستم، تو را حمایه کرده نتوانستم. ایاز، من از تو قرض دارم، پیش از همه از پدر و مادرم و بعدن از تو و این چونین از خواهرانی حلق شده هم. برای آن که تو رو ترک کرده میرنجی، اما مجبورم. تا وقتی که این آدمان زنده هند، نه با تو، نه با بیاز و نه با دوستارانتون روز خوبی نیست. برای آن که با وصل جانان برسی، من باید مانعه ها رو دور سازم. ببخش که من برادر خوب نبودم و حالا این کار رو برای تو و برای جانان اجرا میکنم. قسمت چونین بوده است دادرم. تو خوشبخت باش. بیاز را یاب، با او برادری کن، او را زیر حمایه خود بگیر. گل، یاری من گل، او تنهاست، بیکس است. او هم با تو امانت. بیاز، یک دیگر را تنها نگذارید. مرا ببخش دادرم اکاد فرهاد. این چی معنی دارد؟ فرهاد، فرهاد قلیج رو میکشد. ایاز، اما چرا؟ آخر وعده داده بود. من بعد با تو برادری میکنم، تو رو ترک نمیکنم گفته بود. چی شد که از بحری من گذشت؟ او از بحری تو نگذشت، به خاطر خوشبختی تو از بحری خودش گذشت. ایاز، این همه چی معنی دارد؟ برای چی این کار رو میکند؟ باید با تو نمیگفتیم، اما اکنون باید بدونی. چرا؟ چرا باید نمیگفتید؟ من از سرها خسته شدم، دیوانه میشوم. چرا باید نمیگفتید؟ جانم. خیر؟ جانم پگاه توی دارد. ایاز،
با کی؟ با کی خونه دار می شود؟ اپا با کی خونه دار می شود؟ با سوش. امروز نیمش را پگاه نیمی دیگرش را میگیریم. ولی من پگاه آمده نمیتوانم. همش را امروز حل کنیم بسیار خوب میشد. شاید مدت زیادی به این طرف را نایم. چرا؟ یا یگان حادثه رخ داد؟ جانان، التماس با من بگو. اویلا دور میشوم. پگاه توی دارم. کس با دوست داشتش خونه دار می شود و غمگین می گردد؟ من با دوست داشتم خونه دار نمی شوم. پس با کی خونه دار می شوی؟ با سوش. برزم این مجبوری. جانان، جانان توی دارده؟ و هم با سوش، با سوشی نابکار. میدونم این درد برایت وزنین است، اما این درد نیست اپا، از این عذاب نمیکشم، حتی پروایی ندارم. همه هستی من اکام فرهاد است. او فهمید که جانان مجبوری به شوهر می براید. اکنون خود رو فیدا می کند. اما جانان مجبوری نی با خواهشی خودش اولا دار می شود. با اکم گفته نتوانستم که جانان مرا دوست نمی دارد. از این شرم داشتم. او مرا نخواست. در پیشش بزانو زدم. انگشتری مادرم رو براورده با من اولا دار شو گفتم. از اینجا ها گریزیم رویم گفتم، اما نی گفت. تو را دوست نمی دارم گفت. من در دل او جای نداشتم. یک هوسی بودم، هیچ بودم. اینقدر با باوری سخن نگو. احتمال یگان احتمال وجود ندارد. من باوری کامل دارم. من جانان را از هر قطره آب رشک می کردم و او رفته زیری باران آب بازی میکرده است. جانان برای من نیست اپا. جانان برای من وجود ندارد. تمام فهمیدید؟ من اکنون تنها برادر دارم و بس. و باید او را باز داریم. من تمام شدم. برای ایاز دیگر وجود ندارم. او باشد از عقل من، از دل من یک ثانیه هم بیرون نمی شود. با این درد چگونه زندگی می کنم نمی دانم. بگو که نمی خواهم. با سوش اویلادار نمی شوم. روزی نشو. چرا مجبوری اویلادار می کنند؟ هلدون، یعنی پدرت، چرا با این چشم می پوشد؟ پدرم کی در برم بود که هولو باشد؟ او تنها خودش رو، شرکتش رو، پولش رو فکر میکند. مال و ملکم میگوید. من در این احوالم. اینقدر تنهایم. اینقدر ناچارم. و گناهگار پدرم است. و سبب دیگرش این است که مادر ندارم. اگر مادرم در برم می بود، با پدرم مقابلیت نشان می داد، او را باز می داشت. می دونم مادرم را هیچ ندیدم، نشناختم، اما حس می کنم فرزندانم حس می کردند.
بیشب هم مادرم مونیه میشد با من دلش میسوخت. کدو مادر دیده و دانسته فرزندش را بدبخت میکند. مادر همیشه پشتیبانی فرزند خواهد بود، با تمامی قواش فرزندش را حمایه میکند. من دوامی قدر سال به خاطر تو زیستم. اگر تو حالا بیمیر گویی من میمیرم. دخترم، دختر مهربونم، صبح خیر خانم آیگون. در برای حجت جنوبی سوش معلومات دارید؟ آن باید در همین جا باشد، در اتاق کاری. پس میبینیم. من این طور نگاه نکن جانم، این طور نگاه نکن. این شرکت راهبر ندارد، همه کار را من میکنم. گیر. این آخرین است جناب. گیر. شما اینجا چیکار میکنید؟ مرا ببخشید، با دیگر آشیانه برآمدم. الو جناب ظفر، من به جناب قلیج زنگ میزنم ولی پیوست شده نمیتوانم. شما یکان معلومات دارید؟ اون کس نیستن، امروز نمیآیند. چیگه پیداشته باشی به من بگو. نه مهم نیست، من یک چیز پرسیدنی بودم، بعدن زنگ میزنم. خوب. قلیج نیست.
فوراً با جندان هولدینگ بیرون. شاید اکا در پای هالدون افتاده باشد. احتمال آنجا او رو دچار شویم. اوف 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 خدایا دیوانه میشوم دیوانه میشوم. اکا نکن، التجا میکنم این کار رو نکن. برای یک شخص ناارزنده حیاتی خودت و مرا نسوزان. جانان دخترم، جانان، جناب هالدون باید در این حجت ها امضا گذارید. مرحمت، برای مجلس امروزاتون. من امروز نیستم، یکون خیل مجلس نیست. فهمو جناب. میدانم همه اش مخفی شد، نفهمیدیم که چی شد. به مراسم فاتحه آیلدار میشویم، پگاه توی داریم، ولی تا حال من با تو پیشنهادی آیلدار شوی نکردم. از ایام کودکی این لحظه را آرزو میکردم. گمان میکردم که این آرزو عملی نمیشود، ولی من حالا در رو بروی دوست داشتم به زانو زده میگویم که با من آیلدار میشوی. باز از سر نو اجازت میدهی که به تو بپیوندم؟ جانان با من آیلدار میشوی؟ مرا ببخش ایاز، ببخش. بله. چی بوده است؟ خانومی زیبا پسند نمی کرده است. آمادگی وزنین بوده است، دشوار بوده است. گویا من نمی دانم که آنها چرا این کار را می کنند. می خواهند که توی را به تاخیر گذارند. کسی مرا فریب کرده نمی توانند. من کلیک دهنم، از آن جمله آن ابله هم. کلیک، کوشش کن که آن دختر را کمی بفهمی. التیموس، همه حادثه ها ناگهان شدند. چه خیل ناگهان، چه خیل ناگهان. اینجا خطای نیست، همش مخصوص است. چیز ناگهانی نیست. سه زن به مغازه در آمده یک لباس عروسی انتخاب نکردید. لعنتی ها، این چی گفته نیگه؟ باید لباس را انتخاب کرده پسند کرده میخریدید. همین هم مشکل شد مگر؟ انسان در حیاتش یک بار آیلدار میشود. آخر لباس عروسی رو هر روز خریده نمیشود کن. انسان اینچنین یک بار میمیرد، میفهمی؟ یک بار جان میدهد. اگر کفن را انتخاب کرده نتوانی، پس مرده را گور نمیکنی. این چگونه کار است؟
من هیچ چیز رو نمیدونم. کار را کشال ندیه. خودم میایم و شما لباس انتخاب میکنید و به این کار خاتمه میگذارید. ایست، تو در همین جا باش ایاس، با چشم کسی ننمو. جنوبی هالدون در اتاقشون هستند؟ نه، کمی پیش بر اومدند. با کجا رفتند؟ شما میدونید؟ نه، چیزی نگفت. برای چی او رو میجوید؟ چی کمک کنم؟ من بعدم باز میایم. تشکر. کام در همین جاست اپا. او رو یافتم. باز داشتم بگو. نیست. نه از فرهاد و نه از هالدون نشانه ای نیست. من گناهکارم. با همش خودم گناهکارم. کاش نمیگفتم. با اکام نمیگفتم که من جانان رو دوست میدارم. کلیچ، خدا را شکر کلیچ زنده بوده است. ایس، چی کار میکنی؟ آروم شو ایاز. اول باید فرهاد را بیابیم. در را پوش. تو از پای کلیچ هر کجای رود او را تعقیب کن. من باشم فرهاد را میابم. گوش کن، باز با یگان ابلهی دست نزنی. با من قول ده. ای از با من وعده ده. خوب اپا، وعده میدیم. نمیکنم. اکنون تو میمیری هالدون. با هیچ جا گریختن نمیتوانی. چی گپ است ها؟ این که باشه؟ یا خدایا، خوفی مرگ چگونه بوده است؟ هنگامی پدرم را کشتن از چیزی نمی‌ترسیدی؟ بشرف، من جانی تو را میگیرم. خدایا، این دیوانه است؟ این حاضر مرا میکشد. اناکنون خودت را نجات ده. تو از من نجات نمییابی هالدون. امروز جانت را میگیرم. من تو را میکشم پلید.
این باز مرا تعقیب کرد. یا خدایا توبه. بیا چیکار میکنید؟ از ماشین چیکار میکنید؟ آدم مرا رفتم. این ها کیستم؟ کیستم؟ آماده شو، می رویم. نفهمیدم، با کجا؟ چه خیل با کجا؟ برای انتخاب لباس عروسی؟ شنیدم که تو هیچ لباس عروسی را پسند نکرده ای؟ سبب این شرم یا ناز و نیاز تو سین رو من نمی دانم. اصلا این برای من ذره هم اهمیت ندارد، ولی از همین لحظه اعتباراً هر ثانیه در برد هستم. تا از نکاح گذشتنتان از برد دور نمی شود. همش رو فهمیدی. جنابی کلید جان، خدا را شکر که شما را گم نکردیم. سخت ترسیدیم که شما را گم میکنیم. ای دخترک زیبایم، دخترک شیرینم. مادامی که همه آمدن، اکنون میخیزیم. خب تو به سوش خبر ده، ما در پایانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شما کیسته؟ چی میخواهید؟ چرا مرا دزدیده؟ شما مرا کشتن میخواهید؟ این کار رو نکنید. از من پدرم رو گرفتی، مادرم رو گرفتی، خواهرانم رو گرفتی، اما راه نمیدیم که اکم رو از من گیری. نمیگذارم، نمیگذارم. سواش تو همراهی جانان از پسی ما بیا. مایلش جنابی کلیچ، من هم میتوانم با ماشین شما بروم. ماشین تری خیلی تنگ است، من در اون نمیگنجم. اینقدر ماشین زیبا داشته ده؟ تو انتظار شو، من ماشین رو میارم. مرا مستی خوابی زیبایی کردی جانم، بعد بیدارم کردی. عذر میپرسم جانم، عذر میپرسم. برای آنکه تو را دوست داشتم از تو هزاران بار عذر میپرسم.
زود باش فرهاد، زود با تلفن جواب ده آخر. این کارو نکن فرهاد، زود با تلفن جواب ده. الو منگول، توسط تلفنی ماشینی گیج جایش رو معاین کن. این کاری فوری است. تمامی کارهایت رو یک طرف گذار، گفتم رو کن. خوب شده است خانم. این ها کیستند؟ با من مانیا شدند. هلدون رو با کجا بردند؟ او رو با کجا بردید؟ کار دارو قادری پرنده، این کار توست ها؟ البته کاری توست. به نزدم خودت بیا، مگر این کارت مردانه است؟ قلیچ این کارت را به جزا نمی گذارد. قادری پرنده، قلیچ تو تمام شدی، تو خودت را کشتی، حیاتت سوخت قادری پرنده، سوخت سوخت. حیاتم برباد شد زهرو، برباد شد. باز شر نداشته به من دعوت نامه فرستادند، مرا پس زدند. بی‌تربیه‌ها، افلاس‌ها، پگاه فرزندانشون رو خانه‌دار میکنند. اینها مرا زنده به زنده گور میکنند زهرا. همه یک جایه مرا زنده به زنده میگورانند. من تمام شدم، تمام شدم زهرا. اما باید چاره بیاندیشم، من باید کاری بکنم. اما چیکار؟ جانونم، دختر بی‌بختم، ای این هم خیلی زیبا بود است. نه این هم نمی شود. جانان دخترم، با تو تمامی لباس های عروسی این دکان رو نشان دادند. هیچ نباشد، همینش رو معقول کن. بین نزد جناب کلیچ خیلی عیب می شود. لازم نیست. خیر بس کنید. گوش کن جانان، کاسه صبرم لبریز شد. تو چی نغمه داری ها؟ صبر چیزی خوب است، پر صبر بودن هم خوب است، ولی صبر زیاد باعث غضب می شود. حالا این لباس عروسی را بگیر، رفتیم. رفتیم دخترم. جناب کلیچ، آش بی پیاز دختر بی ناز نمی شود، همین خیلی سبب. جانان می دانم که سخت غمگینی، اما همه اش می گذارد، باور کن. التماس کمی صبر کن. رفتیم دخترم، رفتیم جانکم، رفتیم عزیزم. پسری زیبای مرا ببینید. آفرین پسرم، آفرین، آفرین پسرم، آفرین. از قد و قامتت گردم. من چه خیلم سواش جان، این بهترین لباس اروپایی است، آخرین نمونه ای مود، ولی با من خیلی پسند است. خیر، در روز تویت همه با من می نگنم. نمی خواستم تا از نظرها دور مونی، اما من زیبایم، چیکار کنیم؟ نترس،
این شپرکچه گردنت آبروی مرا کسته نمیگردوند طریق جان. آرام باش. چخل شپرک سوش خوین سوش پست. ای سوش بیسرم حاضر جانان لباسش رو پوشیده میبروید. تو روه در بیرونیست بیش از توی دوموت نباید عروس رو در لباس عروسی ببیند. این بدبختی میاورده است. رو 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 بیسرم کنی زود برو. بسیار زیبا شد با من خیلی پسند آمد. اما با من اونقدر معقول نشد با دلم نمی خونجد. انا این را پوشیده میبینید خانم؟ ایاز این روز را هم دیدم جانم. حلالت باد. آخر اولین شخصی که تو را در این لباس میبیند باید من میبودم و باید به من مینگریستی. من این قدر ساده بودم. تو کودکی من، جوانی من، اولین هیجانی من بودی. ولی من برای تو چیزی نبودم. چرا مرا فریب کردی جانم؟ چرا؟ تو هیچ مرا دوست نداشتی. من تو رو همیشه دوست می دارم ایاز و برابری نفس گرفتن عشقم زیاد می شود. با شخصی که دوست نمی دارم اویلا دار شدن برایم از مرد بدتر است. اما برای تو ایاز، برای حیات تو، برای اون که تو زنده بمانی، من مرگ رو انتخاب کردم. مرا ببخش ایاز. می دونم مرا گناهگار می کنی و حق هستی، اما از دستم کاری دیگری نیومد. باوری دارم که تو هم در جای من می بودی همین کار رو می کردی. مرا در این احوال دیده فریفته نشم. این لباس عروسی من نیست، این کفن من است ایاز. تمامی آرزوهایم رو برباد دادی جانم. من بعد من دختری دیگری رو دوست داشته می توانم، عزیزم گفته می توانم. تو باوری مرا با خودت همراه کشتی جانم. نیست کردی هرچی در دلم داشتم، نیست کردی. تو مرا ترک کردی و خبر نداری که مرا کشتی. زنده به زنده زیری خوک کردی اما آگاه نیستی. دختر دیگری تو را دوست می دارد ایاز. سخنهایی که به تو گفته نتوانستم دیگر کس می گوید. تو خوشبخت می شوی. می گذرد، همش می گذرد. تو از بحر من می گذری ولی من از بحر تو اصلا نمی گذرم. جانم این لباس چه بوده است؟ برایت همین را بگیریم. نه، به من پسند نیامد. دیگرش رو بینیم. چی؟ دیگر پیگر نیست. تمام. به این هم آن را تنها یک روز ببر میکنیم. به این قدر فکر کردن نمیارزد. شما این لباس را جمع کنید. خوب شده است جناب. بیا دخترم، ما به این طرف گذاریم. رفتیم. رفتیم دخترم، رفتیم. گوش کن، مشکلی ایجاد نکن. اگر تابی من خیره شود، تابی همه خیره می شود. می دانیم. نمی دانم فهمانده توانیستم یا نه. بله. نشونیدم؟ بله پدر جون. آفری، خوب شد که همدیگر را فهمیدیم. اکنون می رویم. این لباس را آماده کنیم. بیا دختری زیبایم، بیا. اکا بار می آید، ماشین تو رو یک طرف نمی گیرید. خوب برادر. تشکر. جنابی بناموز، این چیگونه تصادف است؟ یا اینکه این تصادف نیست و تو مرا تعقیب میکنی ها؟
شاید خوشخبر رو شنیده ای. من و جانان خانه‌دار میشویم. با تو چی گفته بودم؟ جانان از آنی من میشود. بین همین طور میشود. او از دستی من میدارد. به چشمانی من نگاه میکند. از آنی من میشود. بس است. دمت رو گیر. من از تو و جانان تماما بیزارم. پروایتان رو ندارم. فهمیدی؟ مغلوب شدی جناب ایاز. مغلوب شدی. اکنون تو تنها ماندی. از خانه، کارت، از جانان، از حلدون جدا شدی. من غلبه کردم. سوش غلبه کرد. آرام شو عیاز، آرام شو. بجز غلبه مغلوبیت رو نیز باید آموزی. باید اعتراف کنی. گیر. به هر حال با جانان پیوندی داری. آوانی کودکیتان یک جای گذشته است. جانان به تو خواهر حساب می شود. همین خیل نه؟ اگر آمدن خواهی و روی راست دیدن خواهی که جانان چه خیل از من می شود، بیا. یگان کس هست؟ مرا پرتافته رفتید؟ مرا پرتافته نروید؟ تو کیستی؟ تو مرا کشتن میخواهی؟ مرا نکش. اینجا چه گپ هست؟ همین خیلی بهتره خلیل. آقای خلیل، ما رو میشنوید؟ خلای صدیقه، آقای خلیل جواب میدهد، بینید؟ آقای خلیل، اگر گپی ما رو بفهمید، یک بار چشمکی زنید. خدایا، شکری بیاندازه. آقای خلیل، حاضر برای نگفتن دو بار چشمکی میزنید، مایلش؟ هزاران بار شکر خدایو، هزاران بار. صد شکر پروردگار. شکر که خداوند ما را به این روزها هم رساند. انشالله باز بهتر می شوی خلیل. این چی معنا دارد می دانید؟ آقای خلیل می تواند گوید که آن بینا را کی چپه کرد و آن خائن جزایش را می گیرد.
چی شد؟ چی خود به خود غرغر دادی؟ هیچ، هنوز این همه مانندی خیال است. پگاه من با جانان اویله دار می شوم پدر. می دانستم که مرا دوست می دارد. به شما گفته بودم روز دیلی جانان را به دست می آرم. مرا گوش کن، از تو آخرین بار می پرسم، تو آن به ناموس را دوست می داری؟ جواب ده. به فکرم واقعا جانان مرا دوست می دارد. البته دوست می‌دارد پسرم. باز کی را دوست دارد؟ تو دهن هستی، سواش دهن. البته تو را دوست می‌دارد. بیا رفتیم. آقای خلیل، حاضر با شما یک چند نام‌ها را می‌گویم. شما باشید هر یا نه گفته جواب می‌دهید. مایلش؟ این کار ایاز بود. آقای خلیل، التماس، خوب فکر کنید. جواب های شما بسیار مهم است. باری دیگر میپرسم، آن بینا رو ایاز چپا کرد؟ فهمو. جناب هالدون چپا کرد آقای خلیل؟ هیچ کس نمیداند همین خیر؟ این کارهای پلیدانهشان به جزا میموند. بله، اگر چیزی گوید تنها با شما نه، با تمام اویلاتون ضرر میرسانند. آقای خلیل، این کاری سواش بود؟ بس است، بیاز، بس کن، دمت رو گیر. و هم آقای خلیلت خیلی خسته شده است، بگذار استراحت کند، بعد دوام میدهید. و هم حالا مورد این کارها نیست. خلا جان، آخیر آقای خلیل جواب داده است. بس است، گفتم بیاز، بس است. یگان وقتی دیگر، یگان وقتی دیگر دوام میدهید. روید دختر. خوب شده است خلا جان. من میخواهم کمی استراحت کنم، بعد دوام میدهید. باز از من نرنجی. خوب. خاموش خلیل، خاموش، قربانت شوم، خاموش باش. میدانم درونت خاموش نیست، تو میخواهی که حقیقت آشکار شود، ولی حیاتی ما رو میسوزانند، ما رو نیست میکنند. قربانت شوم، خاموش باش، التماس. کی مرا دزدید؟ کی دزدید؟ کی این کار را کرد؟ من دزدیدم. منو تو باید حساب و کتاب کنیم هالدون. با من چی شد؟ من در کجایم؟ اگر دیر کرده باشیم چی اپا؟ باز اکم کاری خطایی نکرده باشد؟ نمیدونم ایاز، نمیدونم. غیری دعا کردن دیگر از دستم چیزی نمی آید. به این همه بلاها من گناهگارم. من سبب گارم. کاش به اکم نمی گفتم. کاش می گفتم که جانان مرا دوست نمی دارد. آنگاه این بلاها به سرمان نمی آمدند. برای انسانی که به عشق ذره احترام ندارد اکم خود را حیف نمی کرد. چرا خودت را اینقدر گناهگار میکنی ایاز؟ تو از کجا میدونستی که این همه به سرت میآیند؟ من باید میدونستم اپا. او برادری من است. ما یک جای کلان شده ایم. هرچند اینقدر وقت از او جدا بودم، نه من عوض شدم و نه او. از اول همین خیل بود. وقتی بچه های محله به من هجوم میکردن، مهم نبود که آنها چند نفرند. اکم آنها رو جنگ میکرد، تنبیه میداد،
هنگامی جنگ لطو کوب می شد. از برای من تا اینکه من غمگین نشوم. برای همین من باید می دونستم اپا. من باید می دونستم. جنابی کلیچ، من تو حال با هلدون به تماس برآمده نمیتوانم. سحری هم رنگ رویش پریده بود، خیلی غلطی بود. من خیلی خواتیرم، باز به سرش بلای نامده باشد. به فکرم جای خواتیری نیست. پدر که هست به طور خود خود را شیرین کرده نیست. هلدون پیدا میشود، خواتیر نشود. ولی ما به این باور نمیکنیم، چون که ما خودمان کار را حل میکنیم. همینطور نجانم؟ بله. بله چی؟ بله پدر جان. آفرین. تو کیستی ای زن؟ اصلا خودت کیستی هلدون؟ کیستی؟ کی بودی؟ چطور به این حال افتادی؟ تو مرا از کجا میشناسی؟ تو را از خودت بهتر میشناسم هلدون. تو از من چی میخوایی؟ چرا دزدیدی؟ تو اینکی فکر کنی. چی رو من باید فکر کنم؟ تو چی میخوایی؟ میخواهم تمامی کارهای کردهت رو فکر کنی. یک گروه آدمان رو عذاب دادی، گروهی دیگران رو خونه ویران کردی. تو مرا مسخره میکنی، زود مرا رها کن. فکر کن هلدون، آدمان رو فکر کن که تو خارو زارشون کردی. باره پرسیدی که آنها چی حال داشته باشند. بعدی کارهای من احوالشون چی شد؟ چی عذابهای کشیدند؟ جانی آدمانی رو فکر کن که به خاطر پول و مال در رنج گذاشتی. وقتی از گلویت لقمه حرام میگذرد فکری آدمانی رو کن که خانه ویران کردی. حتی خبر نداری که گناهی چند کس در سرت بار شده است. کی میدونه چند نفر با گناهی تو پریشان شد؟ هیچ از خودت نپرسیدی که من چی کار میکنم. تندرهای در اختیار گرفتت رو فکر کن. مثلا مال رو فکر کن که در نتیجه خون ریزی قلیش دهن به دست آوردی. رنج و عذاب آدمان رو فکر کن. یا اینکی یا دخترت رو فکر کن. دخترت رو با او چی کارهایی نکردی؟ به خاطر جان خود، به خاطر مال خود او را به آتش پرتفتی. تو انسانی بدی هلدون. در وجود تو ذره نیکی وجود ندارد. هیچ وجدانت عذاب نداد هنگامی که دخترت را به یک ظالم میدادی. من برای چی این گپ ها رو میگویی؟ تو خودت کیستی؟ کیستی؟ خاموش، با من چیزی نگوی. تو با خودت گپ زن. اگر در بوتینت ذره آدمگری مونده باشد با او گپ زن. تا سحر مهلت داری. همش رو فکر کن. فکر کن. او رو از بند رها نکنید. شما کیستید؟ کیستید ها؟ فکر کن هلدون، تنها فکر کن. ایستید، نروید. ایستید میگویم. مرا کرم و پرنده ها میخورند. شما از من چی میخواید؟ چی میخواید؟ هلدونی بیچوره، بیچوره. ای مرا پرتفته نروید. مرا نپرتفته. ارزوهای نزدش رفته بودم، چنان باور کرده بودم که او راضی میشود. بعد نخست رو هفتاده شدم. سرد دلانه به من نیگفت، لحظه فکر هم نکرد، دیگر چیزی هم نگفت. گمان میکردم که به من غضب دارد، خشم دارد، داد و وای میکند، ولی باز مثل پیشی نمیشود. خطا کردم اپا.
من خواستم که او داد زند، خشمگین شود، اما او خاموش بود، صحبت نکرد، تنها خاموش بود. آدم ها چرا با یک دیگر داد میزنند میدونی آیاس؟ نمیدونم اپا، وقتی آدم ها با یک دیگر غضب میکنند دل هایشون دور میشده است، برای اون که صدای قلبشون رو شنوانند مجبور میشدند که داد زنند. خیر دو انسان وقتی به همدیگر عاشق شوند چی میشده است میدونی؟ چی میشده است؟ به همدیگر داد نزده آرام صحبت میکردند. اگر به همدیگر عاشق باشند آنگاه هم هیچ صحبت نمیکردند، تنها خاموش میستودند. دلی جانان هم از دلی من دور و پرفیغان و به عشق و پر از دروغ بوده است. عشق دروغ بوده است اپا، آن تنها در افسانه ها بوده است، لیلی و مجنون، این همه افسانه بوده است. این دنیا سراپا دروغ و فریب بوده است اپا. از من پرسی که تو چی رو آموختی اپا؟ من همین رو آموختم، همین رو. این لباس عروسی من نیست، این برای من کفن است. میدونید بگاه در این خانه جنازه من میشود. بعدی آنی که مادرم و خوهرکی خوردم را از دست دادم، به از رو هم گم کردم. تنها جانان بود، او به من نیرو میبخشید، به دردم شریک بود، باره هم مرا تنها نگذاشت. ما هم درد بودیم، چونکه هر دو خوب میدونستیم که عذابی بیمادری چیست. من سالهای دراز عذابی بیمادری کشیدم، در هر نفس گویو با جگرم کرد میخلید. من همیشه بیمادر بودم. میگویند که انسان نبودنی اون چیزهایی را که ندارد احساس نمیکند دروغ. این دروغی محض است. فرزندان بیمادر همیشه دل شکستند، غمگینند، تنها، روح افتاده. اما برای همین اطرافیانشان را بسیار دوست میدارند، از گم کردن سخت میترسند. من مادرم را یک بار هم ندیده گم کردم، ایاز را هم گم کردم. با این همه سبب گور پدرم بود. برای پدرم در دلم جایی نیست. او رو از قلبم تازه کردم. در دلم تنها مادری ندیدم و ایاز جای دارد که او رو از جانم هم بسیارتر دوست می دارم. من در دلی جانان جای نداشتم. شاید دلش به من سوخت که من بی مادر بودم، من بی کس بودم. بعد گمان کرد که این دلسوزی عشق است، محبت است و مرا هم به این باور کنند. اما تمام، تمام، اکنون همه برای خود. مرا ببخش دادارم، ببخش. جانان، دخترم، گفته نمیتوانم آیاز، گفته نمیتوانم که جانم به خاطر تو از بحر خودش گذشت. میدونم آرام نمیستی، برای همین گفته نمیتوانم.
از هلدون چی میخواهی؟ اصلا تو چی میخواهی؟ چرا او رو دوست دیدی؟ یعنی پیچلی تو هستی؟ چرا در جنگل او رو بسته ای؟ او با تو چی بدی کرد؟ با کارت مانع شد؟ قرضش رو پرداخت نکرد؟ یعنی نامم به خطا پهن شده است. من برای پول شده به موی کسی ضرر نمیرسونم. پس او با کی بدی کرد؟ با کی نه، باید با کی ها گویی؟ با اویلاش، با همکارانش، با وطنش. یعنی این کشدون به هر کسی نزدیک از زهر میزند. او حیات همه رو تاریک کرد. حالا نوبتی توست، جواب بده. بگو از هلدون چی میخواهی؟ خودت میدونی. جانش را، جانش را میخواهم. جانش را؟ خوب، ولی چرا؟ او با تو چی بدی کرد که او را کشتن میخواهی؟ اگر چیزی گفتن نخواهی در اینجا بیهوده وقت نگذارون. همش رو میگویم. من چیزی ندارم که از دست دهم. رویم را هم دیدی. اکنون باید همه آگاه شوند. پس خوب گوش کن. با گناهی هلدونی پرید پدرم هلاک شد و باز در پیش چشمانم این چونین مادرم رو هم از دست دادم. دادر و خواهرانم رو گم کردم. حیاتم رو برباد داد. جوانیم، آرزوهایم، دوست داشتنم رو از دست دادم. دوام دهم. گوش کردن میخوایی ها؟ نقل کنم؟ از کدامش تر کنم؟ از بی پدریم؟ از بی مادریم؟ یا از آبی تنهاییم رو نقل کنم؟ کدامش رو بگویم؟ بدی های هلدون رو شماریم هم تمام نمیشود. دستانش آلوده خونی شهیدان است. چندین خانه ها رو ویران کرده است. من برای اویلام و وطنم هلدون بر این آدمان رو نکشته دیگر چیکار کنم؟ بگو، تو بگو. در اینجا با دست و پای بسته بشینم؟ جواب ده، بشینم. تو یک چیز گویم، این دفعه جنابی کلیچ رو احمق کرده نمی شود. نگاه کن، من در اینجا می نویسم پدرت خواه آید خواه نه آید، کلیچ سبش و جانم رو اویلدار می کنه. خدایا مادر، همیت ندید، بگذار نه آید. شخصا من اگر اویلدار شوم با توی کسی رو دعوت نمی کنم. چی؟ وای، من چقدر زنی بدبخت بودم. مگه یک پسر دارم و او مرا با توی دعوت نمی کرده است؟ تو چرا ما رو با توی دعوت نمی کنی؟ آخر آدم های زیاد می آیند. تشویش دو دو. آخر من برای تو تحفه های زیبایه می آوردم. 5 نه 10 نه 15 صندوق مال می آوردم. آخر مادر جون، شما کیستید؟ نخواد شما رو خبر نکنم. به شما من حتی نزده دوست داشتم نمی روم. ای پسری جانانی من، ای شیرینی من، ای جگاری من، بینی چه اتر خورم. اکنون می دونی که من کیم. یا مرو پران یا جواب ده. قرار چیست؟
او را آزاد کنید. اکنون هالدون در اختیار توست، ولی تنها یک شرط دارم، تا سحر با او دست نرسم. پیش از مرگ خود در اختیار خود بماند. پگاه دخترش توی دارد، نه زنده‌اش و نه مرده‌اش باید آشکار نشود. اگر او به توی نرود، توی بیکار کرده می شود. سپس هرچی خواهی با او میکنی. و بدون که هرچی در اینجا گفتیم در بین خودمون بماند، ولی هر وقت احتیاج پیدا شود به نزدم بیو. دری من برایت همیشه باز است. مادری جانم، کاش در اینجا می بودی و با من نرم می گفتی. من تو را ترک نمی کنم می گفتی. شو تو هول پدرت نیست، در پایان جنوبی کلیج و خشومان دونی دومود اومدن. جانان تو گیره کردی، کنی با منی گو کن. با خدا که تو گیره کردی، این چه احوال افتاد؟ افتی اجینا شده است. با نزی دومود همین خل میبرایی. زود رویت رو بیشویو، از نو خودت رو آرویش کن. دخترم اقلا تو مشکلی ایجاد نکن، اقلا تو نکن. سواش، انا همینطور. زفر، ما هم اکنون به جوانی همان پدرود میگوییم. پسرمان را خاندار میکنیم و صاحب این نبیره ها میشویم. جناب، حتی نبیره هایتون با فرمایش شما کار میکنه. شما چونینید؟ آفرین زفر، از دهانت عسل میریزد. معلوم، سیاست را از من بهتر میفهمی. آنقدر هم نه جناب. زود باشد رفتیم. بیا سواش. خدایا این چه روز است که او تشریف آوردن. شرف آوردید. خوش آمدید خاله اسرم. خوش آمدید آقای کلیچ. چی حال دارید طریق؟ تشکر، من خوبم. خوش آمدید. سلامت باش. او یزنه، اخی مرا آوردید. رسم آینمون چنین است. گیر طریق جان، بی ملال صرف کن. سواش پست، سواش خوین. چی گپ شد؟ انقرگی نیست؟ به یک اونجا رفته است؟ نه، با کجا هم می رود. معلوم، با یک جنگل بزرگ دویدنی گسالت و کدوم. بازم میگم که شاید مرده باشد. دوی ممخیل می شد کن، یک تو یک جنازه. نفست را شمال برد. او به طور خود کار را کشال داده است. اما من کلیج دهنم، میدانی ها؟ هر مشکلی را آسان میکنم. البته، مرحمت جنابان.
اپای گل از اکام یکون خبر هست؟ نه نیست. تو جنوب حلدون رو او هم در این میان نیست. شاید اکام باشدن. اگر قلیش رو بیکشد، اگر مانیه شده نتانیم چی؟ کشته نمیتواند. من به این روح نمیدیم. خیر فهمو، ولی چی دار؟ چون که اگر او بیکشد، کلانگی سیلاه رو پیش از او من پخش میکنم، کلیچ رو من میکشم. برانید مرا، برانید. من آدم نیستم. در رک هایم به جای خون زهر روان است. حق زندگی کردن ندارم. پرانید، شما کیستید؟ از من چی میخواهید؟ جانم را گرفتن میخواهید؟ گیرید. آوازه نمیبرارم. مرحمت، مرحمت. اپا شما در فکرتون استوارید. اگر کسی این کارو کردنی باشد، پس او باید من باشم. برای من مهم نیست. مهم؟ اکام رو بازداشته میتوانیم. کسی ضرر ندیده این مسئله رو حل کرده میتوانیم. بازداشته نمیتوانی. او رو کسی بازداشته نمیتواند. او اگر کاری رو کردنی شود، انیق میکند. اما آنگاه حیاتی شما میسوزد. اگر در قسمتم سوختم باشد، روزیم می سوزم ایاز. شاید آنگاه از مشکلی ها نجات یابم و روحی همه شد می گردد. مادرم، پدرم، برادرم. این کار را نکنید. التماس. ما یتیمانیم ایاز. شاید پس از مرگ پدر و مادری نداریم که برای ما بگیریند، اما خواهر و دادری فرهاد هستند. بیاز هست. تو هستی. این خیل نگویید. شما خوشبخت نمی شوید. یک عمر شما رو انتظار بود. همیشه مادرم، خواهرم، دادرم گفته گریه می کرد. اکنون که تو رو دریافت، هنوز از مهری تو سیر نشده به هیچ کجا رفته نمی تواند. اپا التجا میکنم شما هم نروید. رفتن همیشه بد نیست ایاز. شاید خوب باشد. شاید خداوند مرا به مرتبه شهیدی سزاوار گرداند. شاید جنت رو نصیبم گرداند. اونجا هست شخصی که مرا پیشواز گیرد. برادرم. روزی جنازه اش او را به سری به آغوش گرفته نتوانستم. شاید در بهشت او را به سری به آغوش میگیرم. فرهادی که من میشناسم از این مراسمی توی استفاده میبرد. من قبل از او رفته آمادگی میگیرم. اپا از من راضی شو. اپا با فرهاد بگو که او را خیلی زیاد زیاد خیلی انسانی خوب بودنش رو بگو. اپا اپایی گو زفر، یکی از این گوسفندهای حولی را بگیر و حلال کن. عادت چنین است. من؟ جناب، من باری هم گوسفند نکشتم. از عهده‌اش نمی برایم. اینطور نگوی. از عهده‌اش می برایی. این از کشتن انسان خیلی آسان تر است. وجدان اینجا شرط نیست. مادامی که حلدون گوسفند اینجا نیست،
یکی از گوسفندانش وکیلی میکنه و هر حال اینها گوسفندان انقره اند. ای با خدا چه فکر خوبی کرده جناب کلیچ. و اگر از خونی اون با پیشونیمون بمولیم خیلی اولی جناب میشود. چه؟ خون؟ مادر من از خون میترسم. خاموش دمت رو گیر خاموش. من مسئله گوسفند رو حل میکنم جناب. برو ظفر جان برو. این کلین کجا شده؟ همه آمادند و کلین نیست. حالا وقتی ناز و اشوه نیست که خدایا. او تیار بود. حاضر می آوید امک کلیچ. چه خیل امک. منو تو کی خیش و تبار شدیم. وای آخر توی دارم برای همین امک کلیچ. اکای کلیچ جناب کلیچ. جناب کلیچ عصبی نشوید، من حاضر جانان رو گرفته میارم. من خودم میارم، شما شینید. بسیار خوب. جناب به تلفن ماشینتون یکی زنگ زد، میخواهد با شما صحبت کند، مهم بوده است. صحبت میکنیم. بله یکی گابزن چی شد؟ جناب ما و شما باید فوراً واخوریم. تو چی گفتن میخوایی؟ با تلفن گفتن نمیتوانم، با سراغایی که میگویم اومده میتوانید. یکیت آمده نمیتوانم میدانی. کسی با تو چیزی نگفت؟ امروز سواش توی داره. میدونم جناب، اما این مسئله بسیار فوریست. خواهش دارم بیاید واخوریم. نمیشود، تو با توی بیا، همین جا با میخوریم. کارهایت را یک سو گذارو، زود اینجا بیا. آخر شما برادر و دادر حساب میشوی. سواش آیله دار میشود، زود بیا. جانان دخترم، اشک چشمانت رو پاک کن. میدونم که مشکل است، اما چاره دیگری نیست. سواش پسری من است. من هم مثل هر مادر میخواستم او را در لباس دامادی ببینم، اما این خیل نی، در این احوال نی، چون که من از وضعیت آگاهم. میدونی من هم همین خیل خونه دار شده، دوست نداشته، مجبوری. میدانی از همه بدش چیست؟ تمامی عمر شوهرم را دوست نداشت، اما تو این کارو برای دوست داشتت میکنی، برای حیات او، برای عیاز، به خاطر خوبی او. این باید به تو نیرو بخشد. اکنون دختری زیبای من، اشک چشمانت را پاک کن. خدایا هزاران بار شکر. همه زیبا دختری من. آفرین دخترم، اکنون بیا میانت رو ببندم. بیا پدرم چی؟
من او رو انتظار میشوم. برای انتظار شوی وقت نیست. این را با من ده. من هم اکنون پدرت حساب میشوم. همین خیلی؟ خانم اپک شما دوام دهه. بسیار زیبا شدم. لیلا گزلرینی سردیم. زود باش پسرم، زود باش. سردیم دیلبر گستر جمالینی görmeye geldim. Bu selerin derde derman dediler, derman dediler. Gerçek mi sevdiğim sormaya geldim, sormaya geldim. Senin aşıkların gülmez dedi. امانت را ده زفر. مادر احوالم بد می شود. ای پسرم هیچ گپ نمی شود. این از روی عادت است. یک لحظه ایست. اینجا بیا. الهو خوشبخت شوی. پسرم طریق با تو چی شد؟ تو چی خیل مرد هستی؟ طریق خودت رو بدست گیر. خدایا شکر تو آدم قلیچ هستی. هزاران با شکر قریب مرا می کشتند. دومه کرم پرنده ها می شدم. که ها مرا دزدیده باشند. کجا می رویم؟ با توی دخترت راه کرد. امروز برای خوشبختی تو زنده ام دادرم. امروز برای تو آخرین نفسم را میگیرم. حالا میبینی دادرم
در پیش اهل اولان دشمنونت رو جزا میدهم. برادرت رو میبینی ایاز؟ بیرون خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید جانم. خوش آمدید خماندان. تویتون مبارک شود خلیچ. خداوند نبیرگونی عطا کند که دوست دار این وطن باشد. تشکر خماندان. خوش آمدن. خوش آمدن. مرحمت گذارید. خوش آمدن. وقت شاید دفتری تو را هم صحیفه گردان میکنیم. خوش آمدید. خوش آمدید. من شما را نشناختم. همسر نوی جناب قادرم. با من دعوت نامه فرستاده بودید. بله، خوش آمدید. خوش آمدید. تشکر. جناب هالدون رو نمیبینم. توی رو به حضور پدر عروس آغاز میکنید. او را سپارشی مخصوص دادیم. غیر از این من اکنون به عروس پدر حساب میشوم. کار را آسان حل کردیم. برای چی پرسیدید؟ هیچ. مبارک شود. تشکر. جانان گرسنه‌ای؟ باید چیزی خوری. من برای از خوراک میارم. خدایا به من نیرو ببخش. مادرم، مادری جانم، من رو نجات بده. در این رسم تنها دستت رو میبینم. کاش آن رو به من دراز میکردی. کاش از دستم میداشتی و من رو از این جهنم رها میکردی. مردن میخواهم. در روی دستانت مردن میخواهم. کاش سرم رو در روی زانوهایت گذاشتم. چشمانم رو ابدی میپوشیدم. خدایا با من نیرو ببخش. مادری جانم مرو ببخش دخترم. ببخش که مادرت مانعه شده نتوانیست. حالا میخواستم تو رو سخت به آغوش بگیرم. سرت رو سیله کردم. بویت رو نفس کشیدن میخواستم. تو رو از اینجا دوزیده با دوری ها بردن میخواستم. اما نمیتوانم. جسارت ندارم دخترم. با من نمیگویی که تو در کجا بودی. نمیپرسی که چرا بر وقت تر از دستم نگرفتی. به این سوال ها جواب دادن نمیتوانم. دخترم، دخترم، ببخش مرا، ببخش. خوش آمدید. خوش آمدید. مرحمت گذارید. خوش آمدید. خوش آمدید. توی زیبایی می شود.
من بعضی خوراکا آوردم. خلای صدیقه نیستن؟ با بونگوی تبی رفتند. در آنجا کار میکردند. گفتم که من کار کنم اما اجازت ندادند. گفتند که باید خونی. تو البته میخونی. چون که این خواهشی پدرت است. خوب. من باید روم. تو بازدید اپا. تو بازدید دادر جان. اکای خلیل، اکای خلیل خوب هستی؟ اکای خلیل گب زده می توانید؟ کمی خود رو مجبور کرده می توانید؟ کوشش کنید اکای خلیل، شما می توانید گوید که جنایتکار کیست؟ اون کاری پلیدونه رو عیاز کرد؟ کوشش کنید اکای خلیل، کوشش کنید گفته می توانید؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ به آری به نموس با کدام رویت اینجا آمدی دوست؟ تو با کدام رویت به اینجا آمدی پلید؟ مردن میخواهی؟ ظفر لبه جناب میدانی قلیچی دهن من از تو هیچ نمی ترسم ظفر نمی ترسی ها؟ قلیچ تو چیکار میکنی؟ یانگه استید یعنی نمی ترسی اکنون چی؟ بودنی تپانچه را حس میکنی؟ نمیترسی؟ از تو میپرسم حالا هم نمیترسی؟ مادامی که اینجا برای مردن آمدی من هم از دل و جان تو را میکشم خوب شده است جناب مرا دعوت کردید برای همین اومدم تو چه ها میگویی؟ شخیل دعوت من دعوت کردم پدر او مهمانی ویژه ای ماست خواستم که به توی ما بیاید به توی من و جانان این مساله اکنون فهمیدم این را بگیر ظفر پس گپ در اینجا بوده گیر این کارت ورودی است دلتان به این نمی سوزد پدر کار خانه همه چیز را از دست داد در اختیار حتی کفن هم ندارد خواستم که به توی آید و کمی شکمش را سیر کند بیچاره ای سباش جان پسرم فکری خوبی کرده ای در حیاتش اقلن یک بار در چنین توی های باشکو اشتراک کند بیاید من شما رو به یکون گوشه ببرم شکمتان را سیر کنید جنابی به ناموس ببخشید جنابی ایاز جنابی ایاز جان بیاید رفتیم خدایا به من قوه بیده قوه بیده که در اینجا استاده توانم در کجایی اکه در کجایی مادر وعده داده بودم که دادر و خواهرانم را صاحبی میکنم حالا وقتش رسید پدر مادر شاید به نزدتان می آیم شاید آخرین بار به این دنیا نگاه میکنم
ولی اول میبینم که دادرم خوشبخت است، بعد چشمانم رو میپوشم. به خاطر خوشبختی او، به خاطر خون ناحق ریخته شهیدان، به خاطر خلق بیگناه عزیزم، دعا کنید مادر، دعا کنید پدر، دعا کنید که شهید شوم. کوشش کنید آقای خلیل، کوشش کنید. گفتم میتوانید. اون کاری کیست؟ یگان شناس است. کوشش کنید آقای خلیل، کوشش کنید. گوید اون کاری کیست؟ خواهش میکنم. کمی دیگر خود رو مجبور کنید. التماس گوید. شما گفته می توانید آقای خلیل، کمی دیگر کوشش کنید. التماس گویید تا که اون جنایتکار جزایش را بیند. بیا جانم. بازم زودتر، زودتر بیرام. چرا جانم؟ برای چی؟ از تو سخت در غضبم، درون می سوزم، آتشی درونم بیرون خروج می کند. چرا؟ نمی فهمم جانم، برای چی؟ بله قماندان های گرامی و خیش و تباران عزیز، خانمان زیبا و جنابان عزتمند، همه تان خوش آمدید. ما امروز گرد هم آمده ایم تا در روز خوشبختی یک جفت زیبای اشتراک نماییم. حالا من می خواهم که این جوانان را از عقد نکاح گذرانم، اگر وکیل محترم به من اجازت دهد. و البته اگر شما هم اجازت دهد. آقای خلیل، من نفهمیدم. حالا که آقای صدیقه نیست، زودتر گوید. التماس، جنایتکار از جای کارتان است. حالا در حضور همه تان از این جفت زیبا سوال می کنم.
اول از پسرم آغاز میکنم. به هر حال او دهن است. خیر سواش، تو این بانوی را که در کنارت نشسته است بی مجبور کنی شخص دوست داشته و احترام کرده بزنی قبول میکنی؟ بله، هزاران بار بله. کم ماند دادرم تا خوشبختیت کم ماند. و شما دختری عزیزمان جانان، بی مجبور کنی شخص با این جوان زیبا سوش دهن خاندار شدن میخواهید؟ انتظار شو مادرم، انتظار شو پدرم، انتظار شوید میایم. خوش خانم عروس، از شما میپرسم با پسرم سوش دهن خانه‌دار شدن میخواهید؟ به فکرم یک کمی شرم و حیا دارید. آقای خلیل، التماس بگویید جنایتکار کیست؟ سوش دهان. جانان، با سوش دهن خانه‌دار شدن میخواهی؟ گفتم مرا سرده، سرده، طاقتم طاق شد، سرده.